سلام بر شما به یکی دیگر از برنامه های ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدین. در ابتدای برنامه گزارشی داریم از بازدید علی خامنه‌ای از پدافندهای موشکی سپاه. اما مهمان ما در برنامه این هفته آقای امجد حسین پناهی نماینده حقوق بشر کردستان ایران هستند که در کلن آلمان ساکن هستند و گزارشات مفصلی رو در مورد دستگیری و اعدام اقلیت‌ها از جمله کردها به ما خواهند داد. گزارشی هم داریم از ابهامات دعوت محمد جواد ظریف توسط وزیر امور خارجه عربستان سعودی و در پایان هم واکنش محمد مجتهد شبستری رو در مقابل مصباح یزدی که گفته بود آزادی یک بت است را خواهیم دید. با ما همراه باشید. در هفته گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بازدید از برخی پروژه‌های موشکی سپاه پاسداران گفت که نیروی هوافضای سپاه باید جنگ افزارهای موشکی و نظامی خود را به تولید انبوه برساند. علی خامنه‌ای در حالی برای تقویت توان موشکی ایران تأکید کرد که طرفهای غربی مذاکره کننده با ایران خواستار محدودسازی برنامه توسعه موشکهای بالستیک تهران هستند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بازدید از پروژه‌های موشکی سپاه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب گفت نباید نیازمندی های کشور و برخی مسائل همچون تحریم ها به مذاکره گره زده شود. وی از مسئولان دولتی و مذاکره کنندگان هسته‌ای نیز خواسته موضوع لغو تحریم ها را از طریق دیگری حل و فصل کنند. راه حل علی خامنه‌ای برای مقابله با تحریم های بین المللی اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توانمندی های داخلی اعلام شده است. خامنه‌ای همچنین گفت توقع محدود شدن برنامه موشکی ایران در مذاکرات توقعی احمقانه و ابلهانه است. وی گفته غربی ها در مذاکرات غیر عاقلانه و غیر هوشمندانه حرف می زنند و در شرایطی خواستار محدود شدن برنامه موشکی ایران هستند که دائما در حال تهدید نظامی ایران هستند. رهبر جمهوری اسلامی در این بازدید خواستار تولید انبوه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه شد و افسوده دولت پشتیبانی از این موضوع را باید جز وظایف اصلی خود بداند. خامنه ای اضافه کرده این نمایشگاه پیام اقتدار و توانایی برای همه مسئولان دارد و اعلام می کند ما می توانیم، که متاسفانه در برخی از بخش ها مدیران ما این پیام را درک نمی کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران در نمایشگاه تولیدات نیروی هوافضای سپاه پاسداران که رهبر ایران از آن بازدید کرد، پهپادها، سامانه های موشکی ضد ناو و بالستیکی و ضد سپر موشکی، سامانه های پدافندی و انواع رادارها و مراکز کنترل فرماندهی به نمایش گذاشته شده بود. نمایش پهپاد فوق پیشرفته و رادار گریز RQ-170 که ایران میگوید از آمریکا به غنیمت گرفته است، از مهمترین بخش های این نمایشگاه بود. خبرگزاری ایرنا مدعی شده که متخصصان نیروی هوافضای سپاه در مدت حدود 2 سال توانستند پهپاد فوق پیشرفته RQ-170 آمریکا را مهندسی معکوس کنند. بر اساس گزارش این خبرگزاری در بازدید خامنه‌ای مراحل بازسازی این پهپاد فوق پیشرفته، چگونگی چیدمان اجزای مهم RQ-170 از جمله چگونگی بازسازی اطلاعات ذخیره شده از اهداف، شناسایی و تحلیل رادارگریزی، استخراج و بازسازی نرم افزار هدایت و کنترل کامپیوتر پرواز و تعمیر و راه اندازی موتور هواپیما تشریح شد. همچنین در این نمایشگاه از یک سامانه پدافندی به نام سوم خرداد رونمایی شد که سپاه میگوید 50 کیلومتر برد دارد و همزمان قادر است که 4 هدف را رهگیری و 8 موشک را شلیک کند. اظهارات علی خامنه‌ای در خصوص تولید انبوه موشک‌های ایران در حالی است که پیشتر مقام‌های آمریکایی با پافشاری بر محدود کردن برنامه موشکی ایران گفتگو در مورد این برنامه را به مذاکرات هسته‌ای گره زده بودند. این مقام‌ها معمولاً در سخنان خود در زمینه محدود کردن برنامه موشکی ایران به قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران استناد می‌کنند که در سال 2010 میلادی به تصویب رسید. بر اساس این قطعنامه ایران از توسعه موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای منع شده است. اضافه بر این بر اساس قطعنامه 1737 شورای امنیت که در سال 2006 میلادی به تصویب رسید،
اشخاص حقیقی و حقوقی از مشارکت در فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه پروژه موشکی ایران منع شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در اردیبهشت ماه با تکیه بر همین قطعنامه و مجازات‌های مقرر شده در آن برای متخلفان، 8 شرکت مستقر در چین را به دلیل صدور قطعات موشک به ایران تحریم کرد. حسن روحانی با بیان اینکه من به وعده‌ای که در بیانیه اقوام و مذهب به شما دادم پایبند هستم و به آن عمل می‌کنم، گفته بود بلافاصله پس از تشکیل دولت تدبیر و امید کارگروه ویژه برای افزایش اعتبارات کردستان تشکیل می‌دهم، چون کردستان در سال‌های گذشته رنج زیادی کشیده است که باید آن سختی‌ها جبران شود. در همین رابطه آقای امجد حسین پناهی فعال حقوق بشر کردستان ایران از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای پناهی لطفا به بینندگان ما بگین سازمان حقوق بشر کردستان در چه زمینه ای فعالیت میکنه و آیا با سازمان های حقوق بشر جهانی در ارتباط هستین یا نه؟ من قبل از هر چیز سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون و ممنون از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. همونطور که میدونید حقوق بشر یه چیزی جهان شمول هستش و مختص به یه طیف خاص یا ملت خاص یا مثلا جای خاصی نمیشه، ولی در مورد سوال شما که آیا مثلا سازمان حقوق بشر کردستان، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، همونطور که میدونید 10 سال پیش توسط عده‌ای از فعالان حقوق بشر در کردستان ایران و بخصوص آقای صدیق کبودوان که یکی از بنیانگذاران و بنیانگذار این سازمان بودن تأسیس شد. این سازمان بر مبنای مفاد حقوق بشری و پایه‌های حقوق بشری و واسه انکاس نقص حقوق بشر در مناطق کردنشین تأسیس شد و متأسفانه که چند سال از فعالیت این سازمان گذشت، این سازمان با واکنش نیروهای امنیتی مواجه شد و آقای کبودوان که مسئول و بنیانگذار این سازمان بودن توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدن و در دادگاه انقلاب اسلامی به 10-11 سال زندان محکوم شدن و همکنون هم بیش از 7 ساله که در زندان و همکین هم در 350 اوین به سر میبرن. قاعدتا با همه نهادهای حقوق بشری چه در ایران و چه در خارج از ایران در تماس هستیم و بخصوص مثلا با سازمان های عفو بین الملل آقای احمد شهید و سازمان هایی که در این زمینه کار میکنن و به طور روزمره و هفتگی و ماهانه ما گزارش ناطق کردنشین و ناطق کل ایران رو به این مراجع انکاس میدیم. با روی کار اومدن دولت حسن روحانی که وعده داده بود مشکل اقلیت رو حل میکنه و شهروند درجه دو نداریم، آیا این وعده ها به عنوان یک کرد ایرانی در مورد کردها انجام شده یا نه؟ همونطور که میدونید در شعار انتخاباتی آقای روحانی شعارش این بود که مثلا به حقوق اقلیت های ملی تو ایران خلاصه احترام میذاره، حقوق مذاهب غیر شیعه تو ایران و یا مثلا حقوق اقوام تو ایران و حقوق دیگر ملیت ها و خیلی شعارهای دیگه تو شعارهای انتخاباتی آقای روحانی بود که متاسفانه تونست فضای ایران رو با خودش همراه کنه و ایشون تو انتخابات با اکثریت عرب پیروز بشه، ولی بعد از انتخاب شدن این همه بر این باور بودن یا مثلا اکثر فعالان حقوق بشر یا فعالان سیاسی یا کارشناسان بر این باور بودن که بعد از انتخاب آقای روحانی فضا آرومتر میشه و بنا به شعارات یا مثلا اصلا کابینه این که آقای روحانی میاد سر کار در ایران و فضای سیاسی تو ایران آرومتر میشه و فشار دستگاه امنیتی اعدام کشت و کشتار زندان شکنجه کمتر میشه و شاهد بهبودی جامعه خواهیم بود از نظر امنیتی و آرام شدن فضا و اینکه مثلا فضا یکم بازتر بشه. ولی بعد از چند ماه که از انتخاب غیر روحانی نگذشته بود فضا نه اینکه هیچ تغییری نکرد از نظر امنیتی آرام شدن فضا یا باز شدن فضا، بلعکس این فضا تندتر شد، دستگیری فعالان مجددا کماکان ادامه داشت، اعدام صدور حکم اعدام برای فعالان سیاسی تو مناطق حاشیه ایران از جمله مناطق عرب، مناطق بلوچستان و مناطق کردنشین بخصوص ادامه داشت. و اگرم تا الان توجه کرده باشین در این مدتی که من مثلا مختص
تو این زمینه کار کردم و گزارشات رو تو این زمینه تهیه کردیم. تو بعد از سر کار آمدن دولت روحانی ما شاهد بیشترین اعدام ها بودیم. اعدام ها تو ملع عام، اعدام ها تو خفقان، و از همه مهمتر شاهد اعدام فعالان سیاسی بودیم، چه تو مناطق کردنشین و چه مناطق بلوچستان یا عرب. بیش از 6 فعال عرب اعدام شدن، بیش از 20 فعال بلوچ که از جمله مثلا اون 16 فعال بلوچ بودن که تو در عرض 2 ساعت تو زندان زاهدان اعدام شدن، و خارج از اون در مناطق کردنشین شاهد اعدام فعالان سیاسی بودیم، از جمله رضا اسماعیلی، حبیب الله گلپری، خود شیرکوی معارفی، سنکو خورشیدی. اینا از جمله فعالانی بودن که فعالان سیاسی بودن که تو فضای کردستان خلاصه همواره مورد پشتیبانی مردمی قرار گرفتن. ولی دولت آقای روحانی هیچ وقت مثلا اگر حساب کنیم هیچ فرق یا هیچ تفاوتی بین این دوره با دوره آقای احمدی نژاد هیچی نداشته، و بالعکس میتونم بگم، با جرئت میتونم بگم تو مناطق کردنشین بخصوص، چون من تو این مناطق بیشتر کار میکنیم و گزارشات از این مناطق میگیریم، فضا تندتر و سرکوب بیشتر شده. از طرف دیگه تو همین چند ماه اخیر ما شاهد صدور چندین حکم اعدام بودیم برای فعالان سیاسی کرد که تو دادگاه های انقلاب و بدون حضور وکیل و بدون تهی کردن روند قانونی پرونده این فعالین به اعدام محکوم شدن. در همین 2 هفته پیش ما 4 فعال کرد رو داشتیم که حکمشون تو دیوان عالی کشور تایید شد. از طرف دیگر فشار بر فعالان سیاسی، بر روزنامه نگاران، بر فعالان مدنی، بر فعالان کارگری، بر فعالان زنان تو این مناطق به شدت افزایش یافته. شاهد بودیم مثلا تو این مدت مثلا شاهد تبعید فعالان روزنامه‌نگاران بودیم، شاهد حکم اعدام برای برادران کرد بودیم که 2 روزنامه‌نگار کرد بودن، شاهد احضار فعالان و شاعران کرد بودیم، از جمله سیمین چایچی یا مثلا فعالان تیکت تو این زمینه مثلا فعالیت مدنی میکنن و در جامعه ایران کماکان خلاصه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی فعالیت میکنن. از طرف دیگر آماری که ما مقایسه کنیم با آماری که مثلا شیش ماه دوره اول احمدی نژاد مقایسه میکنیم، میبینیم آمار خیلی گسترشش بالاست و میدونیم مثلا قابل مقایسه نیستش که انکعاس یا مثلا اعتراض جامعی بین المللی هم در پی داشته که بخصوص آمار اعدام های اخیر تو کل ایران. و همین دیروز هم شاهد بودیم، پریروز شاهد بودیم تو زندان کانون 9 نفر رو اعدام کردن به جرم مواد مخدر، یا مثلا تو همین هفته گذشته در زندان بندرعباس 5 نفر رو اعدام کردن، تو زندان مینا همینطور. و یا مثلا شاهدیم تو دوری که مثلا دم از اصلاحات، دم از مثلا آرامش، دم از آزادی زندانیان سیاسی داده میشه، به وزارت اطلاعات با همکاری سپاه پاسداران و گارد ویژه زندان به بند 1350 این حمله میکنه. و یا مثلا در مناطق کردنشین و زندان هایی که تو مناطق کردنشین قرار دارن فشار بیشتر میشه، فعالین سیاسی رو به انفرادی منتقل میکنن، بعد های انقلاب حکم و افزایش میده، نمیدونم تبعید فعالان سیاسی شروع میشه. اینا مواردی هستش که اگر مقایسه کنیم در مقایسه با دورانی که آقای احمدی نژاد سر کار بودن میتونم بگم هیچ تفاوتی هیچی نداشته، بالعکس بیشترم شده. واسه نمونه آقای شیرکوی معارفی در دوره دوم آقای احمدی نژاد ایشون رو 3 بار تا پای اعدام بردن. یه بار یادمه که تیم اجرای اعدام به سقز رفت و ایشون رو به انفرادی منتقل کردن تو زندان سقز، قرار بود اعدام کنن، اما انکعاس اخبار ایشون که گویا شیرکوی میخوان اعدام کنن، فشار جامعه بیمیلی، و تو دوره ای که خفقان بود و آقای احمدی نژاد سر کار بود 2 بار بگر بیشتر مثلا نتونستن شیرکوی اعدام کنن، چون میدونستن فضا اینطوری نیستش و مردم هم خب حامی این زندان سیاسی بودن. در دوره ای که مردم خوش خیال بودن، در دوره ای که مردم خیال میکردن شیرکو حکمش لغو میشه، زندانیان سیاسی آزاد میشن، فضا آرومتر میشه، احضار فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاری و شاعران کرد مثلا کمتر میشه،
مثلا یهو خبر میرسه که شیرکو مثلا بدون این که مثلا روند اجرایی طی کردن قانونی پروندهش تموم بشه اعدام میشه، چون حکم اجرایی شیرکو برگشته بود به تهران و از دادگاه استان خارج شده بود. ولی بنا به اطلاعاتی که ما داریم این دستور از مقامات بالای تو مقامات قضایی تو تهران صادر شده، به توسط تلفن به زندان اعلام میشه و در زندان متاسفانه شیرکو بدون حکم قبل، بدون اطلاع قبلی و بدون حضور خانواده یا مثلا بدون اینکه به خانواده و یا وکیلش اطلاع بدن شیرکو اعدام میکنن. حبیب الله گلپری و همینطور، یعنی مواردی هستش که اگر بخوایم مقایسه کنیم میبینیم که در دوره آقای روحانی بنا به وعد و ایده‌هایی که دادن اصلا هیچی عمل نکردن. بگیر مثلا دستگاه های امنیتی، نهاد های امنیتی، مقامات قضایی تو این زمینه اتفاقا خیلی با تند و خشونت یا مثلا خیلی با نفرت برخورد کردن در مورد حکم علیه فعالان کرد، علیه فعالان سیاسی، علیه فعالان روزنامه نگاری یا مثلا دیگر طیفای جامعه. و متاسفانه شاهد بودیم تو این زمینه برعکس مثلا همه تحلیل هایی که تمام مثلا فعالان یا روزنامه نگاران یا گزارشگران یا تحلیلگرانی که تو این مورد داشتن شاهد بودیم و واقعیت یه چیزی دیگه بود که فضا اصلا آروم نشده و متاسفانه تو این دوره شاهد سرکوب بیشتر بودیم از طرف مقامات قضایی و دستگاه امنیتی تو ایران. بکل از زمان پیدایش جمهوری اسلامی به طور کل اقلیت‌ها به خصوص کردها دچار چه مشکلاتی شدند و تا چه حد حقشون پایمال شد و دولت چقدر اونها رو به خاطر مذهبشون تبعید و یا اعدام کرد؟ بله، همونطور که میدونید اصلا دیدگاه مقامات ایران یا مثلا دولت جمهوری اسلامی نسبت به اقلیت‌ها بخصوص نسبت به جامعه کردستان یا کردها امنیتی هستش. از 35 سال گذشته اینطور بوده و همکین هم که مثلا آقای روحانی سر کار هستن همین فضا امنیتی هستش. اگر شما سری به شهرهای کردستان بزنید میبینید فضا تو این شهرها مثلا کامل ملیتاریزه و نظامی هستش. تو وسط شهر مثلا پادگان مستقر شده، پاسکا وجود داره، گارد ویژه مثلا حکم میکنه، نمیدونم تو روز روشن مثلا مردم مورد هدف تیراندازی قرار میدن و کسی هم حق نداره شکایت کنه. این روان تو 35 سال گذشته تا الان ادامه داشته و مطمئنم تا روزی هم که مثلا همین سیاست و همین قانون برپا باشه تو جمهوری اسلامی مطمئنم همین روان پیش میره. آقای حسین پناهی، از نحوه اعدام شیرکو معارفی گفتین، از وضعیت مصطفی سلیمی که به جرم همکاری با یکی از احزاب کرد دستگیر و زندانی شده که ظاهرا وضعیت جسمانی خوبی هم نداره خبر دارین؟ همونطور که میدونید سازمان دفاع حقوق بشر کردستان طی هفته های گذشته اعلام کرد که چهار فعال سیاسی کرد، از جمله یکیشون آقای مصطفی سلیمی بود، علی و حبیب افشاری دو برادر در زندان ارومیه و محمد عبداللهی یه زندانی سیاسی دیگه، حکم اعدامشون توی دیوان عالی کشور تایید شده و در مرحله اجرا هستش. آقای مصطفی سلیمی به دلیل اینکه مثلا خب سنشون بالاست و سالهای طولانی تو زندان به سر میبرن، مورد شکنجه های خیلی وحشیانه قرار گرفتن، تو واسه همین طی گزارشاتی که تو این چند سال گذشته از این زندانی سیاسی بیرون اومده متاسفانه در وضعیت وخیم جسمی قرار دارن و هیچ وقت از طرف مسئولین زندان یا مسئولین قضایی مورد رسیدگی پزشکی قرار نگرفته و نذاشتن این زندانی به بیرون از زندان منتقل بشه. همکنون هم بنا به آخرین خبری که ما از این زندانی داریم و بنا به منبع و موثقی که در اختیار ما گذاشتن، حکم اجرای اعدام این زندانی سیاسی به مسئولین زندان ابلاغ شده و بنا به گفته یکی از کارمندان یعنی یکی از مسئولین زندان سقز، اولین کسی که تو این زندان اعدام بشه آقای مصطفی سلیمی خواهد بود. آقای مصطفی سلیمی سال 1380 عضو یکی از احزاب کرد میشه، بعد از 3 سال عضو بودن تو این حزب خلاصه به ایران برمیگرده در شهر نهاوان که خونه فامیل و زنش اونجا مستقر بوده توسط نهادهای امنیتی دستگیر میشه. از سال 83 تا سال 85 2 سال تو بازداشتگاه های اداری اطلاعات و مورد بازجویی و شکنجه قرار میگیره، مدت ها تو زندان رجای شهر و چندین زندان دیگه بوده و تو دادگاه انقلاب شهر سقز به اعدام محکوم میشه. حکمش هم تو کمترین مدت به دیوان علی که تو دادگاه تجدید نظر استان تعیین میشه و متاسفانه مدتی پیشم که
حکمش تو دیوان اعلی کشور مجددا تایید شد و اجرای حکمش هم به زندان فرستاده شده و به احتمال یعنی مثلا بنا به گفته خانوادش یا بنا به گفته نزدیکان این زندانی سیاسی اگر احتمال اجرای این حکم خیلی قریب وقوع هستش و هر لحظه احتمال اجرای حکمش وجود داره، ولی خب متاسفانه این زندانی سیاسی به دلیل ناتوانی مالی و این که مثلا تو خانواده کسی رو داره پیگیر پروندهش بده همکنون وکیل اختیاری نداره، وکیلی که داره وکیل تسهیلی هستش و از طرف دادگاه وکیل براش تعیین شده و از طرف دیگه تنها یه فرزند داره که پیش برادر زندگی میکنه توی یکی از توسطه‌های نزدیک ساقس. آقای حسین پناهی، از نحوه اعدام سمکو خورشیدی و حبیب الله گلپری پور هم اطلاعی دارین؟ اینکه خانواده هاشون در چه وضعیتی هستند و برخورد رژیم با اونها چطور هستش؟ بله، هم چند روز پیش گزارشات مثلا یا اخباری از سنندج در شد تو سایت های اینترنتی و بخصوص سازمان خوبشار کرسان این خبر رو انتشار داده بودن که چند اصلا برادر و چند تن از اعضای خانواده حبیب الله گلپری زندانی سیاسی که اعدام شد دستگیر شدن. میدونی تو چون سالهای اخیر شاهد بودیم بعد از اعدام فرزاد کمانگر، احسان فتحیان یا دوستان دیگه تو این زمینی که اعدام شدن، همواره فشار دستگاه امنیتی، فشار دستگاه وزارت اطلاعات یا اداره های اطلاعات تو منطقه بر خانواده این زندانیان همواره بوده. و اگر شاهد بودیم اعدام موقعی که احسان فتحیان اعدام میشه، بعد از 3 روز به خانوادهش اعلام میشن که مثلا قبر فرزندتون تو کرمانشاه دفن شده، فقط میتونید برید ببینید، اجازه چچی جنازه نمیدونم مثلا تعزیه و خیلی چیزای دیگه ندارید، اجازه ندارید مثلا مراسم بگیرید و همواره مثلا خب در یعنی در سکوت مطلق اگر مراسمی برگزار بشه باید در سکوت و زیر چتر نهادهای امنیتی باشه. از طرف دیگه هم شاهد بودیم که مثلا چند سال 4 سال پیش فرزاد کمانگر و دوستانش تو زندان اوین اعدام شدن، بعد از 4 سال هنوز دستگاه امنیتی به خانواده این زندانیان حتی مثلا محل دفن این زندانیان رو اعلام نکردن و تا آخرین مثلا گزارشاتی که ما داریم مقامات قضایی و مقامات امنیتی تو استان کردستان به خانواده این زندانیان اعلام کردن که برید، خلاصه دیگرم پیگیر نشید و ما حاضر نیستیم محل دفن یا جنازه این فرزندانتون رو بهتون تحویل بدیم. موقعی این که شیرکوی معارفی اعدام میشه اینا به شرطی جنازه رو تحویل خانوادش میدن که هیچ گونه مراسمی گرفته نشه و در کمال سکوت و در کلام آرامش و اینکه نذارن شلوغی پیش بیاد، مردم رو دعوت نکنن یا مثلا سر قبل شلوغ نکنن، خلاصه مراسم نگیرن، چهله نگیرن یا هفته نگیرن، برها هیچ نوع مراسمی گرفته نشه و بین شرط امضا بگیرن از پدرش که جسد شیرکه معارفه تحویل بدن. واسه همین هم اکنون مثلا گاهن مثلا به خانواده شیرکو تلفن میشه یا مثلا از طرف نهادهای امنیتی تهدید میشن که حق ندارن مثلا این ارتباطشون رو مثلا با مردم مثلا گسترش بدن، در این که مثلا بخوان مثلا سالگردی بگیرن یا بخوان مثلا سر قبر پسرشون یه مراسم کوچیک واسه خودشون هم حتی خانواده بگیرن. واسه همین هیچی مثلا این عزیزان مثلا اعدام شدن، بعد از اعدامشون همواره فشار دستگاه امنیتی روی خانوادهشون افزایش یافته و همواره این فشار ادامه داشته که مثلا تو این مدت هم بنا به این گزارشی که ارائه دادم همواره این فشار ادامه داشته. جمهوری اسلامی دستگیری و اعدام یک سری از اقلیت‌ها رو مرتبط با قاچاق مواد مخدر میدونه. چقدر این گفته‌های رژیم واقعیت داره؟ میدونید بنا به موقعیت جغرافیایی تو مناطق ایران متاسفانه فعالان بلوچ تو سالهای اخیر 35 سال اخیر که دستگیر شدن زیر لوای مثلا این قاچاقچی بوده، این مواد مخدر هم میکرده، اعدام شدن. از جمله مثلا یعقوب مهنگا که مثلا و بلاک نویس یا مثلا روزنامه‌نگار بلوچی بود که متاسفانه اعدام شد به جرم مثلا هواداری از جند الله یا هواداری مثلا از گروه های قاچاقچی یا مثلا خیلی یا اشکال یا هرچی اینا اسمشو میذارن. ولی بنا به موقعیت جغرافیایی تو کردستان مواد مخدر وجود نداره، قاچاقچی مواد مخدر نداریم و مثلا هم این مرز همسو نیست با مرزایی که مواد مخدر از این مرزا رد میشه.
این برعکس مثلا تو این مناطق همواره به جرم وابستگی به احزاب مسلح یا مثلا عملیات های تروریستی به قول اینا یا مثلا عملیات های مسلحانه که همونطور که میدونی در سیاست احزاب کرد بیش از 20 سال مبارزه مسلحانه کنار گذاشته، این احزاب احزاب سیاسی هستن و فعالیت سیاسی میکنن. ولی خب تو این منطقه از 35 سال گذشته هر روزنامه نگار، هر فعال مدنی یا هر شهروندی کردیو گرفتن، اینو همواره بهانه قرار دادن که شما وابسته به احزاب کرد هستی، شما مسلح بودی، شما با شما اسلحه گرفتیم. نمیدونم از این بهانه که وزارت اطلاعات همواره در مورد دستگیری فعالان سیاسی، فعالان روزنامه‌نگاری و فعالان کرد میاره. نمونه آخرش مثلا در مورد برادران کرد بود که دو تا روزنامه‌نگار مسئول آژانس خبری مکریان بودن، اینا فقط در حیطه خبررسانی فعالیت میکردن که حکم سنگین خوردن و به اتهام احزاب کرد، به اتهام اقدار عملیات امنیتی، به اتهام توهین علیه رهبری و مقامات ایران. یا مثلا چند روز پیش یکی از وکیل مدافعان کرد که مثلا آقای مسعود شمس نژاد تو دادگاه به اتهام وابسته به احزاب کرد و به اتهام مثلا اقدام علیه امنیت ملی و خیلی چیزای دیگه که مثلا میان یک فعال که عضو کانون وکلای ایران استش، دفتر رسمی داره، وکالتش ازش میگیرن، میبرنش دادگاه، دادگاهیش میکنن به اتهام های به اتهام پرونده های ساختگی. واسه همین شاهد بودیم مثلا در مورد احسان فتاحیان موقعی که بر میگرده ایران میره خانواده‌شو ببینه، ایشون مثلا بدون هیچ اسلحه چیزی دستگیر میشه. بعدا مثلا در گزارش وزارت اطلاعات میاد که ایشون مثلا تو عملیات های تروریستی گرفتیمش، که مثلا تو 20 سال اخیر اولا تو مناطق ایران میگم مناطق کردنشین عملیات نظامی به اون صورت نداشتیم و در زمان تو 35 سال اخیر تو مناطق کردنشین یا شیوکار یا نوع مبارزه احزاب کرد مبارزه نبوده که متصل بشه به بمب گذاری یا مثلا موارد اینطوری. همواره مثلا یه جنگ چریکی سالای اول انقلاب بوده تو کردستان با احزاب کرد، بعد از اینکه احزاب کرد به عراق میان و خلاصه پایگاه ها و یا مقرشون تو کردستان عراق مستقر میشه دیگه، بعد از اون مبارزه مسلحانه کمتر شکل میگیره. و از سال 70 به این ور، دهه 70 و دهه 80 شاهد این بودیم که در مناطق کردنشین مبارزه مسلحانه صورت نگرفته. ولی اینا همواره بهانه ای بوده، یا مثلا ماموران وزارت اطلاعات یا دستگاه وزارت اطلاعات همواره در زیر این لایه، یا مثلا کوشش این که مثلا گویا این فعال یا این روزنامه‌نگار یا این فعال مدنی، این شاعر کرد یا این شهروند کرد وابسته به احزاب کرد است، شما ما میتونیم مثلا اینو مثلا محکوم کنیم. از طرف دیگر شاهد نامستقل بودن دستگاه قضایی بودیم تو این مناطق. متاسفانه در 35 سال گذشته همواره وزارت اطلاعات تو این مناطق حکم کرده. در پرونده های مثلا زندانیان سیاسی کرد شاهد بودیم و دستگاه قضایی کمترین، یعنی مثلا کمترین دخیل بوده یا کمترین استقلال رو داشته تو این زمینه. همواره شاهد بودیم مثلا بنا به گفته خود زندانیان، بنا به گفته خانواده، بنا به گفته شواهدی که ما در دست داریم، بیشتر این زندانیان که حکم اعدام خوردن تو دادگاه های چند دقیقه و بنا فقط به قرائت مثلا قرائت این که مثلا وزارت اطلاعات یه نامه فرستاده از به دادگاه و دادگاه تو این نامه وزارت اطلاعات خراب شده و این زندانی به اعدام محکوم شده. ما متاسفانه همواره شاهد این برخورد و این تبعیضا بودیم. با سپاس دوباره از آقای امجد حسین پناهی و متشکرم که از طریق اسکایپ از شهر کلن آلمان با ما بودن. اما مقامات وزارت خارجه ایران ضمن استقبال از طرح دیدار محمد جواد ظریف از عربستان برای نیاز دو کشور برای بهبود مناسبات دو جانبه تاکید کردند. در همین حال معاون محمد جواد ظریف میگوید تاکنون دعوتنامه‌ای برای او به عربستان دریافت نشده است. از سوی دیگر دکتر مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی میگوید دعوت از ظریف به عربستان به هیچ وجه پایان جنگ سرد ایران و عربستان نیست. دولت ریاض روز سه‌شنبه در اقدامی غیرمنتظره از وزیر خارجه ایران برای سفر به عربستان سعودی دعوت به عمل آورد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از اظهارات اخیر شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی مبنی بر دعوت از وزیر خارجه ایران برای دیدار از عربستان استقبال کرد. به گزارش ایرنا، وزیر خارجه عربستان روز 25 اردیبهشت در ریاض در پاسخ به سؤالی در ارتباط با قصد دعوت از وزیر خارجه ایران برای دیدار از عربستان گفت
گرایش برای بازگشت ارتباطات وجود دارد و دعوتنامه برای وزیر خارجه ایران جهت سفر به عربستان ارسال شده است. امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی با این حال اعلام کرده ایران هنوز دعوت کتبی سعود الفیصل برای سفر آقای ظریف را دریافت نکرده است. در همین حال او تاکید کرد برنامه دیدار وزرای خارجه دو کشور در دستور کار جمهوری اسلامی است. معاون عربی و آفریقای وزیر خارجه با بیان اینکه ایران و عربستان دو کشور مهم در منطقه به شمار می روند گفته است ایران از مذاکره و ملاقات با مقام‌های عربستان برای کمک به حل مشکلات منطقه، رفع سوء تفاهمات و توسعه بیشتر مناسبات دو جانبه استقبال می‌کند. در همین راستا خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه در گزارشی با عنوان عوامل پشت پرده دعوت سعود الفیصل از ظریف برای سفر به ریاض به نقل از برخی روزنامه‌های منطقه‌ای نوشت این دعوت معادلات منطقه‌ای را برهم خواهد زد. بر اساس گزارش تسنیم، پایگاه خبری رای الیوم نوشته است این دعوت زلزله خطرناک در روابط دیپلماتیک با هدف برهم زدن معادلات منطقه‌ای خواهد بود. این پایگاه خبری نوشته است روابط میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی با حجم بالایی از تنش‌ها در طول مدت اخیر و به خصوص در 4 سال گذشته همراه بوده است. همچنین عربستان طی چندین نوبت با خواست مقامات ایرانی برای پاسخ به تمایل ایرانی‌ها برای اجرای مذاکرات و کاستن از حجم اختلافات و بازگشت روابط به حد طبیعی میان دو کشور همواره پاسخ مثبت دریافت نمی‌کرد. به نوشته رای الیوم، پیشتر حسن روحانی در بیش از 1 نوبت علاقه‌مندی خود را از طریق کانال‌های مختلف رسمی و رسانه‌های سعودی که آخرین آنها در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط بود، ابراز کرده بود که عربستان سعودی نخستین مقصدی باشد که وی بعد از تصدی ریاست جمهوری در ایران به آن سفر کند که مقامات سعودی هرگز به این علاقه‌مندی وی پاسخ ندادند. ایران و عربستان با بالا گرفتن ناآرامی‌ها در سوریه و بحرین با اتخاذ مواضعی متضاد هرچه بیشتر از یکدیگر فاصله گرفتند. در رابطه با سوریه، ایران حامی دولت بشار اسد به شمار می‌رود، در حالی که عربستان سنی مذهب یکی از حامیان اصلی نیروهای شورشی شد. در اعتراضات بحرین هم ایران از مخالفان دولت جانبداری کرد و عربستان دچار بیم شد که ایران در صدد برپایی حکومتی دینی در بحرین باشد. عربستان در واکنش به احتمال پا گرفتن حکومت شیعی در بحرین و به خطر افتادن موقعیت کشورهای منطقه از دولت بحرین حمایت کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 92 گفته است قصد دارد با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مناسبات دوستانه‌ای برقرار کند. محمد مجتهد شبستری اسلامشناس ایرانی به اظهارات اخیر آیت الله مصباح یزدی درباره آزادی پاسخ گفته است. مصباح یزدی اخیراً آزادی را بت دانسته بود که باید شکسته شود. مجتهد شبستری میگوید آزادی بت نیست، بت شکن است. محمد مجتهد شبستری اسلامشناس ایرانی در وبسایت شخصی خود نوشت هسته اصلی آزادی در عصر حاضر محرز دانستن حق آزادی تفکر، عقیده و بیان همراه با مسئولیت اخلاقی برای همه افراد جامعه بدون هیچ استثنا می باشد. پرسش من این است که اگر آزادی را بت بشماریم و آن را انکار کنیم و جامعه را از آن محروم سازیم، انسانها چگونه می توانند تشخیص دهند که بت چیست و خدا کیست تا از بتها دور شوند و به خدا بپیوندند؟ این پژوهشگر علوم دینی می افزاید اگر تمام افراد جامعه بدون استثناء نژادی، مذهبی و جنسیتی و هر گونه تبعیض دیگری حق آزادی تفکر، عقیده و بیان نداشته باشند و آن را اعمال نکنند چگونه معلوم می شود چه کسی به بت پرستی دعوت می کند و چه کسی به خدا پرستی می خواند؟ چه کسی دکان باز کرد و عوام فریبی می کند و جیب پر می کند و نیاز خود به جاه و جلال را ارضا می کند؟ روز 18 اردیبهشت محمد تقی مصباح یزدی در سخنانی در قم گفت امروز فرهنگ جهانی دنیا بر اساس قداست آزادی استوار شده. این فرهنگ جهانی است و پرچمدار این فرهنگ آمریکایی ها هستند و بتی که امروز در عالم پرستش می شود بت آزادی است. مصباح توصیه کرده بود که در شرایط کنونی
باید در برابر این فرهنگ جهانی ایستادگی و مقابله کرد و بت آزادی را شکست. ممنونم که ما رو تا انتهای برنامه همراهی کردین. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای یک شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش میشه. اگه موفق به دیدن پخش زنده اون نشدین، این برنامه رو همراه با برنامه‌های دیگر ما میتوانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنین و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که بر روی صفحه زیرنویس شده میتونین پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارین. منتظر شما هستیم. تا درودی دیگر. بدرود.